سلام دوستان، حالتون چطوره؟ میدونستین که اولین بخش The first section of this book It's going to finish یعنی قراره که تموم بشه با کلمه heating heating به معنی سیستم گرمایشی heating که البته در American از کلمه heat استفاده میشه heating در British و heat در American بیایم ببینیم که چه کلماتی هم نشینه کلمه heating به معنی سیستم گرمایشی خونه هستش. خب اگر سیستم گرمایشی خونه شما رادیاتور باشه یعنی همون شوفاژ از کلمه radiator به معنی رادیاتور استفاده میشه. خب برای روشن کردن سیستم گرمایشی میتونین از کلمه turn on در واقع فعل دو کلمه turn on the heating و برای خاموش کردن اون هم میتونین از کلمه turn off the heating استفاده بکنید. Central heating یعنی سیستم گرمایشی مرکزی، یعنی همه دم و دستگاه ها اونجا به صورت مرکزی هستش و اگر که کسی قرار باشه بیاد اونا رو نصب بکنه برامون میتونیم بگیم We're getting central heating installed. Get something installed یعنی اینکه وسیله یا چیز رو بدیم کسی برای ما نصب بکنه. پس We're getting central heating installed یعنی که ما میخواییم قراره که در واقع سیستم گرمایش مرکزی رو همه اون دم و دستگاهی که یک جا قرار داره رو بدیم یکی برامون نصبش بکنه. خب و اما اگر این سیستم گرمایشی خونه خراب بشه از کلمه breakdown میتونیم استفاده بکنیم یعنی اینکه خراب شدن. For example, the heating broke down 2 days ago یعنی اینکه سیستم گرمایشی 2 روز پیش خراب شد And we're still waiting for an engineer to come and repair it. یعنی ما هنوز منتظر یه مهندسیم که بیاد اون رو برامون تعمیرش بکنه. Engineer که به معنی مهندسه. We're still waiting for an engineer. یعنی ما هنوز منتظر یک مهندسیم. We're still waiting for an engineer to come and repair it. خب فعل دو کلمه یک come on به معنی روشن شدن هست. یعنی وقتی که شما سیستم گرمایشیتون رو جوری تنظیم کردین که خودش روشن بشه. For example, the heating is set to come on at 2 a.m. یعنی که سیستم گرمایشی یه جوری تنظیم شده که سر ساعت 2 خودش روشن بشه. Come on at 2 a.m. ساعت 2 نصف شب مثلا روشن بشه and go off و خودش خاموش بشه and go off around 8 a.m. یعنی حدودای ساعت 8 صبح مثلا خاموش بشه. پس the heating is set to come on. پس اگر وسیله ای چیزی رو شما تنظیم میکنین که روشن بشه باید بگین is set to come on. مثلا اگر بخوایم بپرسین سیستم گرمایشی خونه شما چه مدلیه و از چی استفاده میکنین میتونین بپرسین what kind of heating Does your flat have مثلا آپارتمان شما چه سیستم گرمایشی داره که flat رو میتونیم جایگزینش کلمه apartment رو که در امریکن استفاده میشه به کار ببریم. What kind of heating does your apartment have? Mine only has electric fires. یعنی مال من سیستم گرمایشی من فقط شومینه برقی هستش. Electric fires. فقط گرمای در واقع برقی داره. Electric fires. It's freezing cold. Can you turn up the heat? Can you turn up the heating? یعنی که اینجا خیلی سرده. میشه که اون گرما رو بیشترش کنی. اون سیستم گرمایشی هر چی که هست. The heating. Turn up the heating. Can you turn up the heating? It's freezing cold in here. It's really cold in here. یعنی اینجا واقعا سرده. بعضی وقتا هم هست که یک کلمه انگلیسی ممکنه چندین معنی متفاوت داشته باشه و یا معنی کنایه‌ای داشته باشه. خب از کلمه heat به معنی گرما فکر میکنین که چه کلمه دیگه میتونه به صورت کنایه‌ای معنی داشته باشه؟ مثلا برای اینکه بخوایم بگیم یک جر و بحث خیلی داغ داشتیم که همه عصبانی شده بودن گور گرفته بودن میتونیم از این ترکیب ها استفاده بکنیم. We had a heated argument یعنی ما یه جر و بحث داغ و جنجالی داشتیم. We had a heated discussion یعنی ما یه گفتگوی جنجالی داشتیم. We had a heated conversation پس یکی از این کلمات میتونه همراهش باشه. Discussion A heated discussion A heated argument A heated conversation Or a heated debate یعنی یک مذاکره جنجالی و داغ با هم داشتیم. پس کلمه heat
همونطور که از معناش مشخصه به معنی گرما و حرارت هست و شرایطی که شما عصبانی هستین و یک گفتگوی خشن و عصبانی با دیگران دارین. A heated discussion. Okay, I hope that you never have a heated discussion with anybody. خب امیدوارم که با هیچ کسی گفتگوی جنجالی و خشمگین نداشته باشین. تا ویدیوی بعدی که مربوط به سکشن بعدی در واقع کتاب Keywords for Fluency هستش با من همراه باشین و اگر هنوز سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین کانال من رو and give it a big thumbs up و یک لایک خوشگل هم براش بکوبید. چی گفتم؟ Till the next video. Goodbye for now.